از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای لحمی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، چرا جامعه بین المللی در دهه‌های قبل جایزه صلح نوبل به نخست وزیران اسرائیل میداد، اما در عصر حاضر نخست وزیر اسرائیل در دادگاه بین المللی لاهه مورد تعقیب قرار میگیره و حالا هم سازمان ملل همچنین قطعنامه‌ای تصویب میکنه؟ بفرمایید. جناب آقای لحمی، اما در حال حاضر به دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی و به دلیل نقص حقوق بشر در ادامه جنگ که منجر به افزایش نگرانی‌های جهانی از باب اینکه بسیاری از غیرنظامیان چه در خاک اسرائیل چه در خاک فلسطین کشته شدند، نگرانی جهانی را افزایش داد و من باب این سازمان ملل برای اینکه بتونه صلح جهانی نسبت به این دو تا کشور بالا ببره و گسترش جنگ پایان بده، این بخشنامه رو و این قطعنامه رو نسبت به آقای نتانیاهو صادر کرد. تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.